تعمیق شقه در بالای رژیم و تداوم قیام در میان توده مردم. مسعود رجوی، 14 مرداد 1388. به جوانان و دانشجویان و مردم آزاده تهران، به هسته‌های مقاومت و نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران، با سلام و تبریک به مناسبت 103 سال انقلاب مشروطه علیه استبداد و مشروعه، با درود به روانهای والای سردار ملی ستارخان و سالار ملی باقرخان و کهکشان 103 ساله شهیدان و با یاد علیرضا نوجوان 12 ساله‌ای که 5 شنبه 8 مرداد در بهشت زهرا بر اثر ضربه مغزی به شهادت رسید. راستی که مردم و جوانان و دانشجویان و هسته‌ها و نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران امروز و پریروز در روزهای 12 و 14 مرداد گل کاشتند، دست مریزاد که بساط قوای سرکوبگر دشمن را لوله کردند و درهم پیچیدند. به رغم همه ترتیبات و تمهیدات حکومت آخوندی، تاق بالاتری زدند، بسا مهمتر و برتر از قیام‌های پیاپی تیر ماه، چرا که مشخصاً ولی فقیه ارتجا و گماشته او را هدف قرار دادند، آن هم در روزهای تنفیذ و تحلیف که برای خامنه‌ای و دیکتاتوری دینی اهمیت حیاتی دارد و با سایر ایام قابل قیاس نیست. در رژیم ولایت فقیه و قانون اساسی آن به نسب رئیس جمهور توسط ولی فقیه ارتجا تنفیذ می‌گویند، یعنی که ریاست جمهوری جدای از هر گونه رأی و رأی‌گیری و نمایش انتخاباتی وقتی نافذ و عملی است که توسط ولی فقیه نصب شود و رأی مردم اصالت ندارد. خمینی در 12 مهر 1358، تقریبا 4 ماه قبل از اولین انتخابات ریاست جمهوری در این رژیم و حتی قبل از اینکه قانون اساسی ولایت فقیه تدوین و تصویب شود، بدون هیچ تعارف و رودربایستی به صراحت گفت: حکم رئیس جمهور اگر همراه با نسب ولی فقیه نباشد غیر مشروع است، طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است. خامنه ای هم در مقام رئیس جمهور ارتجا در نماز جمعه اول بهمن 1366 درباره ولایت فقیه و حوزه اختیارات آن بی‌پرده گفت: اکثریت مردم چه حقی دارند که قانون اساسی را امضا و لازم الاجرا کنند؟ در فاشیسم دینی، آنچنان که خمینی در کتابش تعریف کرده است، ولایت فقیه در حکم ولایت بر صغار و قیمومت مهجورین است. اینجاست که ارزش کیفی قیام 12 مرداد و ادامه آن در 14 مرداد روشن می شود. روشن می شود که مردم و جوانان دلیر و بیباک با قیام و تظاهرات و اعتراضات خود در سراسر تهران در روز تنفیذ که روز نسب احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور توسط ولی فقیه باشد، کاری انجام دادند کارستان. سر مار ولایت را نشانه گرفتند و برای برکندن
و برانداختن ریشه این شجره خبیثه سینه سپر کردند. چنین بود که جوانان اشرف نشان بیام را یک مدار بالاتر بردند و به آن تاق جدیدی زدند. از آن سو شقه در بالای رژیم اوریان و هویدا شد، آنقدر که خامنه ای ناگزیر به زبان آورد که بعضی از خواص هم البته مردود شدند. این انتخابات بعضی ها را مردود کرد. به این میگویند آغاز پایان و استارت سرنگونی، همان چیزی که تا کنون ولی فقیه ارتجا به شدت از اذعان به آن پرهیز داشت، هرچند که از این پیشتر حتی هادی قفاری هم به خامنه ای گفت مردشور ترکیبت رو ببرند. آخر زمان مردودیت و مرگ و مرحله پایانی نظام ولایت و نادیده گرفتن حاکمیت ملت فرا رسیده و هر کس به زبان خاص خودش به آن اشاره و اذعان می کند. اکنون این خامنه ایست که درباره تجربه شعبده انتخاباتی می گوید تجربه این است که باور کنیم که همیشه امکان ضربه زدن از سوی دشمنان هست.